به نام خدا. با سلام و ادای احترام به ساحت مقدس علی ابن موسی رضا امام هشتم و سلام و عرض ادب و شب بخیر خدمت شما هموطنان گرامی. یه لحظه اومد تعویض منطقه بکنه عیسی آل کثیر، نشد. در برگشت همچنان پرسپولیس صاحب توپ است. حرکت این ضربه و توپی که در چارچوب قرار میگیره اما در دستای حسینی. بعدش یه چیز دیگه شد روز به چشمی و فوق‌العاده بود. یه بار دیگه یه موقعیت فرصت است برای استقلال، داشت گلو میزد محمد محبی. اینجا توپ رو فرستادن، اصلا هم آفساید نبود، روپای چپش هم نشست، سرضربم زد. میشه گفت که به ایرانوندم شانس آورد تو این صحنه. همه چیز مهیای بازی خوب در یک شب خوبه انشاءالله. یه حرکت از سمت راست، فرصت برای استقلال، ارسلان، خود ارسلان میزنه و ولی به بالای دروازه. ارسلان مطهری اگه یه گل دیگه بزنه بهترین گلزن استقلالی ها در تاریخ شهرآورد میشه، بالاتر از مجتبی جباری و فرهاد مجیدی چهار گله. ارسلان مطهری و کم کم میتونه خودش رو به علی پروین در صدر جدول نزدیک کنه. توپ رو میفرستن به روی دروازه، یه فرصت پیش چون زنی و توی دروازه. باز هم پرسپولیس، باز هم مهدی ترابی، باز هم شهرآورد و پرسپولیس 1 استقلال 0. جدیترین حمله پرسپولیس برخلاف دو حمله قبلی استقلال که به گل تبدیل نشد، اینجا گل میشه. توپ رو فرستاد دانیال، برگردوندن، یه کنترل، یه شوت دقیق. حسینی هم رفت به سمت توپ، اما توپ به کنج دروازه رفت. سرعت و دقت توپ زیاد بود. پرسپولیس 1 استقلال 0. و این ضربه که در چارچوب دروازه نیست، میتونه مربی بفرسته به روی دروازه. مشت اول رو میزنن. در برگشت بازیکنان استقلال همچنان صاحب توپ. فرصت برای سعید مهری، میزنه توپ رو به تیر دروازه، انگار برخورد کرد. حالا ضربه آهسته رو ببینیم کارگردان عزیزمون. بله، یه سایشی با تیر هم داشت، خودش کوتاه دوباره دریافت میکرد. بعد میگردونم به عقب، این شوت از راه دور، دفع ناقص حسینی. این بار پرسپولیس میتونست حساب کار رو دو برابر بکنه. بازیکن بلند بالا جلو کشیده، ضربات سر خوبی میزنه، پنالتی زن خوبی هم هست. مرادمندم دست از سر پورعلی گنجی بر نمیداره. کورنر رو حالا کوتاه کار میکنن، سعی میکنن تمرین شده. ترابی بین دو نفر، موفق خود ترابی در محوطه جریمه. این تکل داورم نزدیک به صحنه اعلام میکنه که کورنر. ظاهرا تا اونجایی که من متوجه شدم، یه بار دیگه ببینیم لب خط، تک به تک، فرصت برای استقلال و بیرانوند یه بار دیگه دروازه رو نجات میده. صالح هردانی میفرسته روی دروازه، از همه عبور میکنه. حالا برای قائدی، مهدی قائدی میزنه ضربه رو از بالای دروازه، توپ به بیرون میره. با هم میان برای کارهای تهاجمی. سلمانی بیشتر مانا هست و در کارهای دفاعی بیشتر به درد میخوره. مهدی ترابی و روزبه چشمی به نظر نباید اینگونه رفتار بکنن. از دو ملی پوش بعید، ترابی رو هم کمتر میشه دید که اینگونه عصبانی شده باشه. دیگه همه وارد زمین میشن. افشین پیروانی شخصا و رأسا دست به کار میشه برای آروم کردن مهدی ترابی. و
برای او هم آرزوی موفقیت داریم. این صحنه بود که خطا اعلام شد و روزبه چشمی بعد از اینکه اون تکلر هم زدن اومد این جر و بحث بالا گرفت در میانه میدان. به طرز عجیب غریبی همچنان پرسپولیس صاحب توپه با وحید امیری، خودش در عرض پاس رو میده سعید صادقی و توپی که از کنار دروازه باید آغاز بشه. سعید صادقی، این سیستم هدستی که دارن بین دوتا کمک داور چهارم و داور وسط زاهم به لحاظ تعویضی کار آقای اشکان و خورشیدی انگار میخواستن با زیر بغل و اینا بره، مثل این که مشکلش دیگه در اون حد حاد نیست. برای آقای خورشیدی هم آرزوی موفقیت داریم و آقای زاهدی فرکه این دقایق باقی مونده. این بهزاد غلامپوره، اسد بگی میاره به سمت چپ، فرار مهدی ترابی، خود ترابی بعدشون نمیاد، یه گل دومی رو هم بزنن تیر دروازه. سینا میبره به راست برای امید آلیشا، خود آلیشا قلب خط دفاع، فرصت برای آل کثیر، ببینیم پنالتی. بله من فکر کردم پنالتی اعلام کرد، اونقدر هم مصر رو مصمم بود که کارت زرد رو به عیسی آل کثیر نشون داد که بگه که چقدر به تصمیمش اعتماد داره آقای زاهدی فرد. مهری، خود سعید مهری بلند به روی دروازه، یه فرصت برای قائدی تا برگرده به سمت توپ، حالا این شوت میخوره به پای مدافعین. عجب بازی و استراب و التهابی داره این دقایق. حالا میفرستن توپ رو به روی دروازه، این ضربه سر و توی دروازه. عجیبه ولی باور کردنی ظاهرن. ثانیه پایانی، کی گلو زد؟ استقلال 1 پرسپولیس 1. این بازی قصد تموم شدن نداره، فینال ادامه پیدا میکنه. یک بار دیگه ببینیم این ضربه سر به حساب کار رو 1-0 میکنه. مرادمند، مدافع پیشتاخته، بسیار مختصر و مفید این فصل بازی کرده محمد حسین مرادمند، اما این سومین گلش به نظرم داره میزنه. شهرآوردهای پایتخت، ببینیم کارت قرمز رو به کی داد. ساپینتوی که داره میره نمیدونم به او داده، همه دور و بر او داره دیگه دردشو با اشکان خورشیدی مطرح میکنه. اگه این اتفاق بیفته بیشترین ضربه رو الان از ساپینتو ظاهرن استقلال خواهد خورد. زرندی هم نمیتونه آرومش بکنه، ببینیم چی شده. کسی جلودار ساپینتو نیست، قسمت قرمز یه مقدار آرومتره. الان این فرصت هست و این شوت از راه دور سنگین با اختلاف کم ضربه مهدی ترابی از کنار دروازه به بیرون میره. حالا میزنه توپ رو آلیشا به روی دروازه، خطرناک، با اختلاف کم توپ به بیرون میره. وحید امیری پرتاب رو بلند انجام میده، این ضربه سر میاد از گرد راه میرسه امید آلیشا. حرکت از وحید امیری و امید آلیشا، خود وحید امیری یه موقعیت برای پرسپولیس، قلقل تون توپ به بیرون رفت. خود آلیشا پشت توپ میزنه مستقیم به سمت دروازه و توی دروازه. یک بار دیگه پرسپولیس در این مسابقه پیش میفته. حسین حسینی چهره مغموم این دیدار، امید آلیشا، کریم باقری و یحیی گل محمدی در آغوش هم. یحیی گل محمدی باز هم داره توصیه رو میگیره از بله، سعی کردن که با
بازر بیستر هیچ کس توی توپ اثر نگذاشت و توپ مستقیم وارد دروازه شد. 115 دقیقه مسابقه هست، میخواد ضربه رو بزنه، میزنه مستقیم، توپ رو برمیگردونن، بلافاصله برمیگردونن برای اون دوتا بازیکنی که آرمان رمضانی و مهدی قائدی مترصد رسیدن توپ بودن و 3-4 بازیکن هم باشون مونده بودن. مشکل خاصی نداره، برمیگرده، اعلام خطا به نفع در واقع نسوت پایان بازی. برتری پرسپولیس برای سومین بار در تاریخ این باشگاه، پرسپولیس همزمان قهرمان لیگ و قهرمان جام حذفی میشه.